درود فراوان پوران پرقبال هستم مشاور بالینی روانشناس و روان درمانگر جامعه شناس امروز قسمت دیگر از برنامه بهداشت روان رو اجرا می کنم در آریا تیوی و موضوع صحبت ما مسئله جوانان نیازهای جوانان و استفاده جوانان از شبکه های اجتماعی است خانواده های بسیاری به من مراجعه می کنند و جلسات خصوصی می گیرند به خاطر اینکه جوانانشون که مشخصا افراد بین 12 تا 13 من میگم تا 19 چون تعریف جوانی این هستش این جوانان و یه نو جوانان و جوانان و... وقت زیادی رو روی سوشال میدیای شبکه های اجتماعی میذارن و خانواده نگران هستن که آیا این باعث به اصطلاح اعتیاد جوان ما میشه آیا به خاطر این هستش که اینها نمیتونن مدرسه برن درس بخونن و و و من امروز دوست داشتم این بحث رو باز بکنم و نگاه بکنیم ببینیم چرا جوان ما فرد جوان ما اینقدر وقت میذاره روی این شبکه ها چی هستش تو محیط خانواده که یه ذره میسینگه یا اینکه کمه اون روابطی که در قدیم ما داشتیم با خانواده هامون بازی میکردیم تخت بازی بود منچ بود نمیدونم بازی های دیگه بود سرگرمی ها بود گفتگو بود داستانگویی بود یه, یه جورایی ما اون روزها رو از دست دادیم و خانواده ها همه درگیر هستن و یه جورایی هممون تو این گوشی ها گیر کردیم حالا شبکه های اجتماعی هرچی که هست به دید من اینجوری هستش که جوان ما فرزند ما وقتش رو میذاره تو سوشال میدیا وقتی که میبینه که کار دیگه نداره تو خونه انجام بده وقتی که میبینه ما سرگرمیم مشغولیم و انرژی و وقتی نداریم برای اونها بگذاریم جوان ما میره به طرف سوشال میدیا به خاطر اینکه تو اون گروه هایی که هستش حس تعلق میگیره حس خوب بودن میگیره دیگران براش کامنت میذارن لایک میزنن و بهش نظر میدن و شاید اون نظر رو ما باید انجام بدیم جوان ها میرن تو شبکه های سوشل میدیا چون که اونجا همسنای خودشون رو پیدا میکنن و متاسفانه این هستش که امروزه جوان ما نمیره بیرون ما قدیما میرفتیم تو خیابون و کوچه بازی میکردیم با همسنای خودمون ولی امروز دیگه اون حس محله و شهریت و اینها از بین رفته خب وقتی ندارن این امکانات رو چیکار میکنن تو گوشه هاشون میمونن و خب یه گلم که من خانوادا معمولا میکنم میگم که شما یادتون میاد اون روزهایی رو که بچهتون کوچیک بود و میخواستین که وقت برای خودتون بخرین تلفنتون رو میدانین دست بچه یا یعنی اینکه میگفتیم بشین پای اینترنت بازی بکن براش گیم میذاشین خب بله کردیم همه ما خب اگر این کاری کردیم مغز بچه رفته به طرف این که من خودم نمیتونم ابتکار داشته باشم وقتم رو باید جلوی این صفحه بگذرونم و این صفحه است که باید من رو خوشحال بکنه و قدیم حالا تلویزیون بود امروز سوشال میدیا به طور کلی به هر چیزی که دست میدازیم این همه بازی های مختلف شبکه های مختلف هستش خب وقتی که حس تعلق جوان اونجا برطرف میشه چرا بخواد بیاد وقت بذاره با ما و ما چه کار میتونیم بکنیم خب خیلی کار میتونیم بکنیم و من امروز میخواستم بیشتر راجع به این حرف بزنم و یه مقدارم شاید لازمه که ما ترس خودمون رو در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی کنترل بکنیم چرا که همه چی هم بد نیست همه چی هم منفی نیست جوانهای ما میرن به طرف کسب اطلاعات توی این دنیای مجازی که فراون اطلاعات هستش در اختیارشون خیلی خوبه بدونیم چه نیازهایی دارن و دنبال چی دارن میگردن به احتمال زیاد اگر بخوایم قبول بکنیم و در مورد جنسیت خودشون بدن خودشون و مسائل روابط در حق مسائل روابط جنسی کودکان جوانان زیاد سرچ میکنن دنبال این چیزا میگردن چیزهایی که شاید تبوه هست تو خانواده سخته نمیتونن در مورد حرف بزنن و آموزش جنسی که تو مدارس میدن شاید کافی نیست نمیدونم تو بعضی مدارس, تو مدارس، تو م... کانادا که انجام میشه ولی تو جاهای دیگر رو نمیدونم در نتیجه نگاه بکنیم ببینیم که واقعا این اطلاعاتی که دارن به دست میدن خیلی موارد کمکشون میکنه اون چیزایی که ما نمیتونیم بهشون بدیم پس اینقدر نباید سخت بگیریم نگاه بکنیم ببینیم که چگونه میتونی با هم دنبال اطلاعات بگردیم اونجایی که میرن به طرف اینکه فقط تو سوشیال میدیا دنبال یک گروه یا فرد یا جایی بگردن که حس تعلق داشته باشن و ارتباطات اینجوری پیدا بکنن اونجا یواش یواش خطر هستش ولی دنبال اطلاعات کلی گشتن و و آموزش گرفتن بعد نیست جنبه آموزشی سوشیال میدیا رو فراموش نکنیم ولی خب اونجایی که فقط عکس و تصویر یک بخشی از هویت ما بشه و همش هر روز بخوایم دنبال لایک بگردیم شاید اون جای خورده راهمون گم میشه در نتیجه کاربرد شبکه اجتماعی رو در نظر بگیریم که چی هستش به چه دردمون میخوره ما نیاز داریم که یه خود بیشتر بازبینی بکنیم ببینیم ما خودمون به عنوان پدر مادر چه جور رول مادلی هستیم آیا ما هم تو گوشیمون گیر کردیم و همش به فرزندمون داریم ایراد میگیریم میگیم تو نکن خب کار نمیکنه اونام به حرف ما گوش نمیکنن من جوانای بسیاری دارم 15 16 17 از طرف خانواده ها میان جلسه میگیرن و گله این جوان ها معمولا این هست از پدر مادرشون که به من اهمیت نمیدن و وقتی که میگن به من اهمیت نمیدن یعنی که کسی با من وقت نمیگذرونه کسی حال من نمیپرسه کسی من نمیگه تو چیکار میکنی پدر مادرم اومدن حالا اکثر ما هم مهاجر هستیم کسانی تو شرایط مهاجرت اصلا یاش غیر مهاجرت هممون مشغولیم زندگی دنیا دنیایی شده که همه باید بدویم به دنبال امکاناتی که هر لحظه ممکن است دست بدیم در نتیجه و فرزند جوان ما میمونه اینجا و نمیدونه چی کار بکنه وقتی که ما رول مدل خوبی نباشیم خدای نکرده اینجوری میشه که اونها هم نمیدونن چیکار بکنن و متاسفانه وقتی که گفتگوی سالم کلام استفاده نمیشه و ما با بچه هامون تکس بازی میکنیم تکس میزنیم برای اینکه اطلاعاتی رو بهشون بدیم یا بگیریم خب اینها هم تو اون تکس بازی و تو همون شرایط میمونن حالا احساسی گناه نکنیم ولی میتونیم چیکار بکنیم شاید یه مقدار روابطمون رو نگاه بیشتر بکنیم و بازبینی کنیم بیایم یه خورده شروع بکنیم اسم فرزند رو به کار بگیریم عزیزم هر اسمی که داری بیا بشین با هم دیگه بیشتر وقت بذاریم با هم دیگه تلویزیون نگاه بکنیم با هم یه کار رو انجام بدیم با هم آشپزی بکنیم با هم خونه رو تمیز بکنیم با هم بریم بیرون اگر نمیتونیم اینقدر وقت نداریم خب متاسفانه یه جورایی جوانمون رو سوق میدیم به طرف اینکه بیشتر تو این صفحه های تلویزیون یا صفحه های سوشل میده گیر بکنه ما کلم و زبان مثبت بعد استفاده بکنیم چرا؟ برای اینکه فرزند ما هر لحظه که حس تحقیر شدن از ما بگیره حس کوچک شدن بگیره حس اینکه تو باز هم نشستی پای کامپیوتر کامپیوتر تو ازت میگیرم اینترنت رو میبندم و تهدیدایی که ماها میکنیم معمولا چون این داستانا رو من میشنوم دارم میگم براتون کامپیوترتو رو میگیرم اینترنت رو میبندم نمیدونم در خونه رو قفل میکنم بعد فقط بشین درس بخونی وقتی که به این حالت این فضا وجود داره خب راه های گریزش رو هم جوان پیدا میکنه و وقتی که حس تحقیر به وجود بیاد حس توهین به وجود و حس بیعدالتی تو جوان به وجود داره مطمئن باشین که به حرف ما در ظاهر شاید گوش بکنه ولی در باطن نه پس ملایمت رفتاری ما پدر مادرها خیلی کمک میکنه و وقت گذاشتن باهاشون نیاز به اینکه این جوان چه نیازهایی داره حالا جوانای ما چه نیازی دارن یک جوانها توی به توجه خودشون به بدن خودشون گیر میکنن که من قیافم چجور هستش شکل شمایلم چجور هستش آیا دیگری توی مدرسه من رو میپسنده و امروز روز حالا همیشه هم این بوده مدل های لباس های جدیدی که میاد مارک هایی که میاد و اگه ما جوری رفتار میکنیم که بله خودمون هم تو اون مدل ها گیر کردیم فرزند ما هم فکر میکنه شخصیتش و هویتش تو اون لباس و اون برند نیم هستش و یه جورایی همیشه این حس کمتر بودن رو تو خودش داره چون مرتب برند نیم های دی جدیدی میاد و چیکار باید کرد؟ یه خورده ساده تر فکر میکنم بتونیم روابطمون رو نگاه بکنیم و ازشون بخوایم از جوونمون بخوایم به ما بگه ما چه کار میتونیم بکنیم که کمکی بیشتری به تو بکنیم چه کار میتونیم بکنیم روابط سالم تایید داشته باشیم چه کار میتونیم بکنیم خوشحال تر زندگی کنیم و یه چیز رو یادمون باشه دید روانشناسی در حقیقت جوانان و عصب شناسی رو که امروز نگاه میکنیم علم عصب شناسی این رو ثابت کرده که جوانهای بین دوازده تا 19 در حقیقت این تحولی است که تو مغز داره اتفاق میافته ای تا سن دوازده یه سری هورمون های یه سری سلول های مغزی وجود داشته که جوان رو میبرده به طرف اینکه فرد رو فرد کودک رو میبرده به طرفی که کنار پدر مادرش باشه حسه خوبه آرامش بگیره در کنار اونها اگر تونسته بگیره و بعد یواش یواش از سن 12 13 این سلول های مغزی افت میکنن خیلی چیز جالبیه امروز تحقیقات نشون میده سلول های مغزی خود از بین میرن کمتر میشن و جوون میمونه بین دو قطب یک همه چی خوبه یک همه چی بده در آن واحد نمیتونه تصمیم گیری بکنه حل مسئله نمیتونه بکنه و کنترل رفتاری نداره ما میگیم این فرزند من که تا دیروز حواسش بود خیلی بچه خوب بود نمرهاش خوب بود چی شد یه دفعه اینقدر افت کرد و متوجه نیستیم که در حقیقت این تکامل رشد و تکامل هورمونی و عصبی هستش که داره اتفاقاتی دو جا. فرزند ما به وجود میاره که بتونه این رو ببره به طرف این که یواش یواش برای خودش هویت گیری بکنه و بره به طرف زندگی مستقل ولی طول میکشه تا دوباره این سلول های مغزی برگردن یا رشد بکنن تکامل پیدا بکنن در مورد استرس هایی که جوان هامون دارن فرزندان جوانمون اینطوری اگر نگاه بکنیم بهشون کمک میکنیم جوان ها به جنگ استرس میرن اگر مرتب ورزش کنن غذای سالم بخورن محیط امن و پر از آرامش داشته باشن امن یعنی چی؟ امن یعنی این که بتونن بیان از خطاهاشون بر ما بگن از اشتباهی که کردن بگن بدونی که قضاوت بشن و بهشون کمک کرده بشه که بتونن حل مسئله کنن جوانهای ما به طرف سوشیال میدیا یا به صلاح شبکه اجتماعی میرن وقتی که حس کنن ما ازشون دور هستیم پس بیاین راههایی پیدا بکنیم که براشون بتونیم راه بذاریم احساساتشون رو بیان بکنن و یه مکالمه صحیح داشته باشیم جوان ها به جنگ استرس میرن اگر حس بکنن که گوش شنوایی براشون وجود داره و از کمالگرایی ما بپرهیزیم استاندارد هامون رو نگاه بکنیم ببینیم کجا هستش جوانی که استاندارد بالا براش میذاریم ممکنه تو ظاهر بتونه خودش رو هی بخواد خودش رو بکشونه به اون و در نهایت خسته میشه و سرخورده میشه و اون استاندارد ها هرگز رایت نمیشه ما بهتر میتونیم به جوانمون کمک بکنیم اگر باهاشون همراه باشیم و یک والد خوب باشیم در حقیقت صحبت بر سر اینه یعنی که جوان خودمون رو درک بکنیم کمکشون بکنیم اونها غیر از ما کسی دیگه ای نداره هم که گفتم وقتی که مغز اه، کودک اه، اون هورمون ها داره تغییر میکنه سلول های مغزی داره تغییر میکنه خب اونها هم اندازه نیاز به کمک دارن تو اون دورانی که مغز داره خودش رو تکامل میده کمک چجوری آرامش گرفتن پیش ما بودن همونقدر که ما فکر میکنیم بچه جوان ما 13 14 15 فکر میکنیم اینا بزرگ شدن دیگه به ما نیازی ندارن در حقیقت برعکس اتفاقا بیشتر نیاز تو اون سنا به ما دارن محبت بکنیم و دوستشون داشته باشیم حس تعلق و حس خوب بهشون بدیم در مورد بدنشون در مورد شکل ظاهرشون بهشون ایراد نگیریم قضاوت نکنیم چون اونها در خودشون گرفتار هستن برای این افکار و کمک بکنیم اینها تمام صحبت هایی که من میکنم بر اثر صحبت هایی که خانواده ها و جوان های خود شما شنیدم بهتره که گوش بکنیم ببینیم در دلشون چه هستش چون اگر یکی دو بار اومدن پیش ما در دلی کردن و ما قضاوتشون کردیم دیگه صحبت نخواهند کرد برامون این راه تکامل هست و خود ما هم این مسیر رو گذروندیم خوب یا بد هر جوری که بوده ولی بیشتر میتونیم از این به بعد به جوان هامون کمک بکنیم و ایراد ازشون نگیریم سوشال میدیا اونها رو درگیر کرده ولی بهتری که ما بیاریمشون به طرف خودمون با محبت با گوش کردن با گفتگوی سالم و با عشق دادن و با توجه به نیازهاشون امیدوارم که موفق باشین اگر صحبتی پرسشی چیزی هستش با آدیو تیوی حتما تماس بگیرین جواب خواهم داد متشکرم خدا